من اول عرض کنم که هر حرفی میزنم حرف خودم، حرف سازمانی نیست. امروز مدیر کلیم، نمیدونم شنبه هستم یا نه، بنابراین ما حرف خودمون رو میزنیم، حالا هر جور که دیگه میخواهید حساب بکنید. عرض کنم خدمت شما، کلن اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، هر تغییر رادیکالی در یک کشور حتما در همسایه های اون کشور تأثیر داشته، و باز اگر تاریخ رو نگاه کنیم همیشه تغییرات رادیکال تأثیر منفی داشته. اگر بخوام در یک فرایند بلند مدت نگاه کنم، همجور که دوستان دیگر هم اشاره کردن، من به جرات میتونم بگم که اگر سیستم طالبان با این طرز تفکر به این شکل در افغانستان مستقر بشود، قطعا تهدید راهبردی علیه منافع ملی کشور ما هست، هیچ شکی در این نیست. و این تهدید راهبردی، الان نمیخوام پارامتراشو بگم، هم تأثیر مستقیم داره هم تأثیر غیر مستقیم تأثیر خواهد داشت. بنابراین این یک نوع ساده اندیشی است که فرض بفرمایید که طالبان در افغانستان اگر مستقر شد، تصوری باشه که اتفاق خاصی در کشور ما نخواهد افتاد. نه، این هیچ چاره ای نیست. و این مطلبی هم نیست که از چشم و گوش و هوش مسئولین کشور در همه رده ها، در همه تفکرات دور باشه. تمام تلاش همیشه این بوده که طالب به قدرت نرسه، چه در دهه 70 میلادی، چه بعد از اون، چه حتی در این سالهای آخر، تا اونجایی که امکان پذیر بود تلاش شد که طالب به قدرت نرسه. اونچه که ما در دهه 70 میلادی شاهد بودیم این هست که، این شهادت منم شهادت شخص، یعنی خودم ناظر بودم دیگه، بالاخره این نیست که به عنوان تحلیل روزنامه‌ای نمیگم، اون چه که از دستمون بر اومد که انجام دادیم. و اون موقع من در دهه 70 سفیر ایران در تاجیکستان بودم، تمام این عملیات کمک به احمد شاه مسعود رو ما از طریق دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام میدادیم. شهید سلیمانی اون زمان در از طریق تاجیکستان اقداماتی که انجام میشد و سرانجام منجر به واقعه 11 سپتامبر و سقوط طالبان شد. و در حتی سقوط طالبان هم، حالا چون باید کسان دیگه بعضی از مطالب رو بگن، من نگم شاید بهتر باشه، ولی همینقدر میتونم اشاره بکنم که حتی در عملیاتی که امریکایی انجام میدادن، تا زمانی که یک نوع کمک خاصی بهشون نشد، اونا داشتن بیابونا رو میزدن. و در سقوط طالبان و روی کار اومدن سیستم جدید، قطعا ایران کمک خاصی انجام داد. و بعد از اون هم ما دیدیم که چه در آنچه که در بن اتفاق افتاد، چه در مواردی که به اصطلاح بعد از اون داریم. حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست. اما چیکار میشه کرد؟ آیا جنگیدن با طالبان امکان پذیره؟ آیا زدن طالبان از قدرت کنار توسط جمهوری اسلامی ایران امکان پذیره؟ خیلی صریح و روشن میگم نه، امکان پذیر نیست. فعلا شرایطی نیست که ایران بشود سیبل درگیری با طالب، اصلا امکان پذیر نیست. ما به هر حال میدونیم که طالب با اون شرایط، یعنی به جهت چسبندگی که به اقشاری از درون جامعه افغانستان داره، بالاخره اینها امروز بهشون طالب گفته میشه. زمان شوروی هم اینا بودن، هم اینها بودن. طالب ریشه از خارج اومدن نداره، طالبی است که بالاخره اگر نگاه بکنیم اینا آموزش دادگان مولوی محمد نبی بودن که بالاخره اونها علیه شوروی جنگیدن، اینا بینشون علیه شوروی جنگیدن بودن، تا اینجا اومدن. بالاخره یک مجموعه است، یک تفکری است که ما چاره ای جز این که نوعی سیاست رو در مقابل این جریان خاص به پیش بگیریم نیست. پس در حال حاضر نه امکان با قدرت کنار زدن طالب وجود داره، در حال حاضر عملا هیچ قدرت
اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشود جز داعش وجود نداره. فقط داعشه که با طالب داره میجنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربهایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم. این هست که ما اگر طالب رو باهاش درگیر بشیم به مراتب سختر، یک دشمن به مراتب سختری به نام داعش هست که اونو فعلا به نظر میاد که فعلا طالب رو با داعش متوقف کنیم بیشتر به لحاظ امنیتی به نفع ما هست. جنگ داخلی جدید هم باز هم به ضرر ما هست. پس بنابراین به نظر میرسد که علارغمی که هیچ به قول معروف علاقه به شناسایی نیست، علاقه نیست، ولی بالاخره چاره جز مدیریت صحنه شناسایی نیست. ما دیروز یه جلسه ای رو در تهران برگزار کردیم، جلسه کشورهای همسایه. هفته پیش من در مسکو بودم، در مسکو یه گام رفتن جلو، نمیدونم دوستان توییت منو دیدن یا نه، یه توییتی زدم، روسا هم خیلی ناراحت شدن از دست ما و فلان اینا علیه ما، ولی خب دیروز به یه خورده باز دوباره عقب کشیدیم کشورهای منطقه رو از اون گامی که روسا یه برده بودن جلو. دیشب دیروز در جلسه ما یه گام آوردیمشون عقب. چشمان سعی میکنم تندتر حرف بزنم، وقتمو استفاده بکنم. بنابراین دیروز ما یک گام باز دوباره عقبتر از اون چیزهای کسانی که مثل روسا و چینی ها و پاکستانی ها داشتن میرفتن به سمت شناسایی، یک کلمه شناسایی در درون این بیانیه تهران شما نمی‌بینید.